به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. وقتی اشتباهاتمون رو نمیپذیریم و دیگران رو متهم میکنیم دچار فرافکنی شدیم. فرافکنی با تحریف واقعیت‌ها روابط اجتماعی ما رو تحت تأثیر قرار میده. ما توی این مسابقه تمرین میکنیم شخصا مسئولیت اشتباهاتمون رو به عهده بگیریم. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدید. در مسابقه مافیا دو گروه شهروند و مافیا شرکت میکنند. گروه مافیا شامل رئیس مافیا، ناتو و گروگانگیره. رئیس مافیا مسئولیت هدایت تیم خودش رو داره و در نهایت تصمیم رو اون میگیره. استعلام رئیس مافیا برای کاراگاه همیشه منفیه. ناتوی گروه مافیا در طول بازی یک بار میتونه از توانایی ناتوی استفاده کنه و سعی کنه نقش یک شهروند نقشدار رو حدس بزنه. در صورت درست بودن حدسش، اون شهروند تحت هر شرایطی از مسابقه خارج میشه و در صورت اشتباه بودن حدس ناتو هیچ اتفاقی نمیفته. در صورتی که گروه مافیا بخواد ناتویی کنه، دیگه امکان استفاده از تیرش رو در اون شب نداره. گروگانگیر که یارهاش رو میشناسه ولی به تنهایی کارش رو انجام میده، هر شب یکی از شهروندها رو گروگان میگیره. در صورتی که اون شهروند نقشدار باشه نمیتونه اون شب از تواناییش استفاده کنه. گروگانگیر حق نداره برای دو شب متوالی یک نفر رو گروگان بگیره. گروه شهروند شامل پزشک، کاراگاه، تکاور، تفنگدار، نگهبان و شهروند ساده است. پزشک بازی بعد از شلیک گروه مافیا میتونه یک یا دو نفر رو نجات بده. کاراگاه در شب میتونه استعلام مافیایی یک نفر رو از راوی بگیره. تکاور شهروندیه که زمانی که مورد حمله گروه مافیا قرار میگیره حق تکتیر اندازی داره. تکاور بازی در شبی که تکتیر اندازی میکنه باید مطمئن باشه که کسی که مورد هدف قرار میده مافیاست. اگر به اشتباه شهروند رو مورد هدف قرار بده، خودش از بازی خارج میشه. البته اگر رئیس مافیا رو بزنه، هیچ کس از بازی خارج نمیشه. تفنگدار هر شب بیدار میشه و میتونه حداکثر دو تفنگ به افراد داخل بازی بده. افرادی که در شب تفنگ دریافت کردن، از نوع تفنگی که گرفتن خبر ندارن و فقط در طول روز بعدی حق استفاده از تفنگشون رو دارن. پس از شلیک تفنگ توسط افراد، راوی اعلام میکنه که تفنگ جنگی بوده یا مشقی. در صورتی که تفنگ مشقی باشه، هیچ اتفاقی نمیفته. اما در صورت جنگی بودن تفنگ، شخصی که مورد هدف قرار گرفته از بازی خارج میشه و شهروند یا مافیا بودنش توسط راوی اعلام میشه. تفنگدار نمیتونه به خودش تفنگ جنگی بده. اگر کسی که تفنگ دریافت کرده، کشته شب باشه، تفنگ به دست تفنگدار برمیگرده و میتونه در شب‌های بعدی اون رو به افراد دیگری بده. نگهبان نقش مقابل گروگانگیره که اولین نفر قبل از گروه مافیا بیدار میشه و از نقش یک یا دو نفر در برابر گروگانگیر نگهبانی میکنه و اجازه نمیده که نقش این افراد گرو گرفته بشه. نگهبان در روز زره داره و در صورتی که در طول روز به هر نحوی از بازی خارج بشه، زرهش میفته و نقشش توسط راوی اعلام میشه و از اون به بعد به عنوان شهروند ساده به بازی ادامه میده. سلام عرض ادب خدمت شرکت کننده های محترم. خیلی خوشحالم که مجدد میبینمتون آقایون. خیلی خوش اومدید به مرحله 1/8 فصل 12 مسابقه شهروند و مافیا. یک نکته رو لازم میدونم خدمتتون عرض کنم، اونم اینه که ما در دور 1/8 دو بازی شانس مجدد خواهیم داشت. توی لیست یا جدول امتیازات گروه داوری 20 نفر برتر راه پیدا میکنن به شانس مجدد و اگر اونجا بتونن امتیازات لازم رو کسب کنن، میتونیم در خدمتشون باشیم در مراحل بالاتر. آرزوی موفقیت دارم براتون. میریم سراغ گروه محترم داوری. آقای پدرام سلام، حالتون چطوره؟ به نام تو آغاز میکنم که خدایی، منم عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. امیدوارم که یک بازی جذاب رو ببینیم توی مرحله 1/8 و برای شما هم یک پیام داشتم. آقای نورایی، میخواستم عرض کنم خدمتتون که عجب حلوای قندی تو. متشکرم آقای صادقی. خواهش میکنم. درود بر شما. درود بر خودتون.
آقای نوید، سلام، حال شما چطوره؟ متشکرم، سلام به شما، سلام به همه دوستان، تبریک بابت صعودتون به این مرحله. امیدوارم مثل جنگجویی که برای جان میجنگه تا آخرین نفس بجنگین برای این بازی. موفق باش. متشکرم. نظرتون چیه راجع به این رقابت آقای نوید؟ رقابت خوبیه. خوبه. خوبه. ببینیم چی میشه. آره، در حد خوبه. در حد خوب. سپاسگزارم آقای حمید. سلام. درود بر شما، خرسندم امشب هم در خدمتتون هستیم. منم امیدوارم بازی خوب و جذابی رو ببینیم. البته باید به نوید میگفتیم خوبی از خودتونه، خوبی که همه رو خوب میبینیم. برای بازی خوبم نجنگید، اول برای طرفتون و برای تیمتون بجنگید. متشکرم. شما هم خوبید آقای حمید. خوبی از خودتونه آقای نوره. درود بر شما. خواهش میکنم. آقای سینا سلام. سلام. بعد از آرزوی موفقیت امیدوارم که شهروندها زود تیم شهروندیشون رو پیدا کنن و مافیاها از دیدن یارشون خوشحال شن، چون به قول سعدی دیدار یار نامتناسب جهنم است. لذت میبرم شما صحبت میکنین آقای سینا. خسته نباشین. ممنونم شما هم همینطور. ارادت. آقای مصطفی داور پنجممون حالش چطوره؟ سلام، ممنون، خوبم. من زیاد عرضی ندارم، فقط شوق فراوان دارم برای دیدن یک بازی دلچسب. مافیا اگه یارشون هم خیلی تناسب باشون نداشت، تناسب رو برقرار کنن در طول بازی لطفا. با تشکر فراوان از گروه محترم داوری میریم سراغ دور معارفه. آقایی صحبت میکنن یک دور 15 ثانیه بدون چاله. شماره یک بفرمایید. سلام دوستان، محمد بازی هم، یه شهروند. شهروند میتونه به من اطمینان کنه. من یه نفر مافیا دارم اول بازی شماره 3 داره تو همین یه جیجه، ولی باید صحبت ها رو بشنم تا بتونم تارگیت بزنم. شهروند میتونه به من ببخشید اتهام بزنم. شهروند میتونه به من اطمینان کنه تا هر جا چه شهر تو خطر. نفر بعد. به نام نامی الله. سلام دوستان، من اسمم نویده، باعث افتخار تو جمعتونم. بچه من شماره 4 رو گرفتم. شماره 4 قطعا مافیای بازی میچرخه. انشالله تو نوبتش صحبت میکنه. بچرخه انشالله یه تیم شهروندی تشکیل میدیم میریم جلو. سلام دوستان، محمدم، از تهران اومدم، تشریف آوردن. من شهروندی شما رو میپذیرم، با شما میخوام بازی کنم. انشالله خط فکریمونم یکی باشه. من دو رو اینور مافیا دارم، یه تارگتم میذارم شماره 7. بچرخه چی دارم؟ یه اتهام هم میزنم شما رفت بشه. بفرمایید. سلام دوستان، محمد رضای بازی هستم. خوشحالم که عدد 4 به من رسیده. ببینید شماره 2، اگه شهروند بازی با من بازی کن، با من قدم بزن، من هوای تو رو نفس میکشم. من با هم دیگه بازی میکنیم، بهت بیشتر خوش میگذره. من اتهام میزنم به شماره 8. متشکرم. بفرمایید. سلام دوستان، من رولو هستم از استان خوزستان، شهرستان دستور. خیلی خوشحالم کنارتون بازی میکنم، امیدوارم بازی قشنگی داشته باشی. آهای شماره 3، صحبت‌های شماره 1 و 2 تقریبا شبیه هم بودن. شما چرا 1 رو شهروندی می‌گیری، 2 رو شهروندی نمی‌گیری؟ شماره 4 هم مافیای بازی. بفرمایید. سلام دوستان، من محسنم از تهران. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون بازی می‌کنم. بچه‌ها شماره 1 و 2 هر کدوم یه تارگت محکم زدن به شماره 3 و 4 به ترتیب. 3 و 4 واکنششون کاملا شبیه همدیگه بود. یه حالت محافظه‌کارانه داشتم و شهروندی دو دوست رو پذیرفتم و میخوام باهاشون. این خیلی عجیب. دو دوست مشکوک. الهی به توکل نام اعظمت. سلام رفقا، من مشتبه هم، مشهد. خیلی خوشحالم با تون بازی میکنم. قطعا بازی جذابی به شهروند قطعی بازی رو میبره. به من شماره 1 رو شهروند دارم، 2 رو شهروند میخوای بچینیم؟ 2 رو شهروند دارم. 3 رو به نظر من واقعا پرواز کرده. 3 من 4 هم مشکوک دارم. شمارم نمیدونم. من فقط 1 و 2 رو فعلا شهروند دارم. 3 قطعی مافیاست. نفر بعد. سلام دوستان، حمیدم، خوشحالم تو جمعتون بازی کنم، از مشهد. این 1 و 2 شهروند میبینی، ایشون هم 1 و 2 شهروند دیدن. 3 و 4 رو زن زد، پس ایشون هم میشه شهر. درسته. 4 مشکوکه. میگه میخوام باید قدم بزنم تو پارک و هوا نفس بکشم. دوست عزیز گفته قطعی مافیا. شماره 4 رو من مشکوک دارم. بفرمایید نفر بعد. درود دوستان، بنیامینم. خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم چیزای جدیدی. آقا 1 و 2 برآیند هدفشون باید فردا در بیاد. ولی اینجا شماره 5 واسه من خیلی مشکوکه. دنبال این دعوا است از نوبت معارفه. شماره 8 و 7 هم همین کارو کردم. من فقط 5 مافیاس بزنم. بفرمایید. بچر. عرض ادب و احترام رفقا، سینا هستم از مشهد خدمتتون میرسم.
بچه‌ها من شماره 3 رو سیاه بازی می‌بینم. چرا سیاه می‌بینم؟ چون شماره 2 قبل از 3 صحبت کرده. میتونست براش فکت بیاره ولی فکت مافیایی دلیل مافیاییشو نیاورد. بلند شد فقط گفت من به شماره 2 اتهام می‌زنم در حالی که قبلش صحبت کرد. حرفاشو شنید میتونستی استدلال لازمو بیاری. شماره 3 مافیای فردا میره بیرون. دوستان توجه کنید همچنان استفاده از کلمات انگلیسی امتیاز منفی داره. مراقب امتیازاتتون باشید. با الهام من شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شد. ناتو گروگانگیر تایید. رئیس مافیا و ناتو بخوابن. گروگانگیر. رئیس مافیا تایید. ناتو تایید. گروگانگیر بخوابه. نگهبان بخوابه. کارآگاه بخوابه. تفنگدار بخوابه. پزشک بخوابه. و تکاور شهرمون بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. صحبت میکنم 25 ثانیه. با چالش از شماره 1 بفرمایید. چالش هم برای شما. شماره رو اعلام کنید. برای شماره 6 بعد از صحبت. آقای 3 من شما رو دارم مورد هدف قرار میدم. شما پا میشید من میگم تو شهروندی با هم بازی کنیم. بعد آقای 4 شما همین دیالوگو در مورد آقای 2 میگی. این اصلا تو ذهن من. دوستان به نظرم بین 3 و 4 اگر هر دو مافیا نباشن 100% یه مافیا است که من بیشتر نظرم با شماره 3 است. بفرمایید. بچه‌ها من یه مشکوک دیگه میخوام به مشکوکام اضافه کنم. آقای شماره 7. آقای شماره 7. پس ترن در دو نوبت معارفه، نوبت همسویی ذهن هاست. شما کاملا ذهنت با من همسو تو شهروند و مافیایی که اعلام کردم. منتها به من میگی نمیدونم تو چی هستی. نظرم این آقا هم مشکوک. حالش هم برای شماره 9 بفرمایید. من صحبت کنم. آقا شماره 10 به نظر من مافیاست. میگه شماره 3 شما چرا بدون دلیل به شماره 2 اتهام میزنی؟ یعنی شماره 2 واسه شما شهرونده. چرا اتهام شماره 2 شماره 4 رو نظری راجبش نداری؟ به نظر من 10 میتونه بفرمایید. بنیامین این حرف تو معارفه نمیشینه. بچه‌ها من یه تیم مافیایی دارم 3 4 8. یه دقیقه گوش کنید. شماره 3 بولا من تقریبا با شماره 1 حرفو زدم. بولا میشه انتخابی نو شهرونده. شماره 4 نمیخواد درگیر شه. یک شهروند اگر به من یکی اتهام بزنه میرم سمتش. مافیای محافظه. بچه ها شماره 8 دیالوگشو گوش کردین. شماره 8 از شهروندی من و 1 و 2 به شهروندی 6 نیست. این اصلا امکان نداره. بچه ها 8 خیلی مشکل. دوستان چالش. کسی نمیخواد؟ آره آفر. آقا من شهروندم. من اتهامو رو خودم قفل میکنم. اتهام به من نزنه شهروند بازی. 8 دقیقاً صحبت و دلیلی که آوردش که میخواست از اون شهروندیه برسه به شهروندی محسن. پس میگفت پس محسنم شهرونده دیگه. خب نمیشه اصلا این توی معارفه نمیگنجه. اوکی شماره 5ی که اینجا میاد اتهام میخواد بزنه به من خورده میگیره که چرا اتهام سفتی نزدی خودشم ولی با من اتهام سفتی رو من نداشتش. من این دوتا رو دارم. نفر بعد بفهمم شما. من صحبت بکنم رفیق تو هیچ نظری در مورد من بازم نداری. خب من شهروندم الان باید به من بگی دوباره شهروند. بعد الان پاشدی میگی 8 رو موج آقا. درسته آقای 3 قط مافیای بازیه. شما آقای 2 یه تارگت زده به 8. آقای 6 هم شما پا میشه رو موج سوار میشی. خب آقای شما رو دو بالاخره من مافیام یا شهروندم مافیای محافظه‌کار. من اینو متوجه نشدم. ها استدلال شهروندی یعنی بعد این مافیای محافظه‌کار مشکوک میشینه اینجا.
حالا کاری ندارم فعلا. بعد یه نکته دیگه، آقای شماره 10 حرف مشکوک زده، استدلال از شماره 3 میخواد برای تو، بعد شماره 9 گفته به شماره 9 الان میگی مشکوک، نه اینم نشد. ولی شماره 6 بازی کسی بودش که ایراد میگیره که بنده و شماره 3 دو تا شهروند گذاشتیم، میگه قطعا این دو دوست مافیای بازی ان، دوست داره جنگ ادامه داشته باشه. برای شماره 10 بعد از من صحبت. بچا 4 قطعی مافیای بازی، اگه یه خروج امروز داشته باشیم فقط شماره 4. شماره 4 بلند میشه استدلال 2 رو میاره میگه امروز باهات کاری ندارم. شما دیروز هم بلند شدی با استاد گفتی شهروند در صدایی که تاریخت کرده بود. شماره 9 هم میتونه مافیای بازی باشه که شماره 2 بلند میشه میگه بین 3 و 4 مافیا است، دیسلایک میده. عدم تایید میشه. شما دیروز تاریخت نگرفتی. من چالش داشتم دوستان، من 3 و 4 الان دو دوست رو با هم سیاه میبینم. چرا شماره 3 دیروز تک اتهامی شماره 2 رو زده، من بهش خورده گرفتم، میگم دلیلش چیه؟ اون قبل شما صحبت کرده دیگه، بعد امروز بلند شده با شماره 2 داره یه نفر دیگر رو میزنه، خب این تناقض دیگه. بعد شماره 3 به من شهروند خورده نمیگیره، شماره 4 میاد زبون شماره 3 میشه، میگه عارف شماره 10 تو استدلالت اشتباه بود، پس تو مافیا. 3 و 4 دوش بفرمایید. چالش هم برای بنیامین صحبت کنم. من صحبت کنم آقا، یا مافیا شماره 1 10 4 یا 3 5 یارن، چون 5 داره میگه 4 مافیاست، 1 با 10 و 4 دارن میگن 3 مافیاست، یعنی این 3 نفر یا این 2 نفر مافیان، تیمی اینجوری میشه بازی رو درآورد. ببینید بچه ها، من فکر میکنم براینده شماره 3 و 4 واقعا برای روز 1 مناسب نبود. شماره 3 شما گفتی شماره 1 شهرونده، با شهروندی اون میخوای بازی کنی، ولی من امروز هیچی ندیدم. تارگت های اونو در واقع اتهام های اونو که به خودته یه جوری باید حلاجی میکرد. آیا شماره 4 هم همین صحبت رو با نوید کرده بود؟ آیا شماره 4 شما وحشتناک مشکوکید. آیا شماره 10 هم من بنیامین و شهروند میبینم، باید شماره 10 تارگت بخوره و همچنین 8. بفرمایید. نوید زده چالش میدم به شماره 3 صحبت کنه. آره شماره 1 یه سوالی ازت میپرسم، پرونده رو اینجا میدم. شهروندی؟ من واسه تو دلیل میتونم بیارم، ولی چون قبول کردم اتهامتم رو خودم، من نمیخوام وارد جنگ شهروندی بشم واسه این قضیه. دقیقاً من میتونم واسه دلیل بیارم مثلا تو فقط همینو دیدی که سیگارو ندیدی. بفرمایید. آقا شما میشه مافیا تو من معرفی کنی من پشت دست تو بازی کنم رأی بدم؟ من واقعا تو هنوز نذاشتی دور اول تموم بشه میگه تارگت رو من گفت، از الان تو موضع ضعفی. من شماره 3 رو مشکوک دارم، بین 4 و 5 هم واقعا مافیا در میاد که من احساس میکنم 4 مافیا. رفیق چی داری میگی؟ تو هم الان اون دو تا شهرونداتن، من الان باید برسم به شهر، من اصلا چیکار به تو دارم؟ داریم با هم بازی میکنیم، مافیامون یکی، رها کن دیگه شهروند. بفهمید. چالش شماره 5 صحبت کن. من صحبت کنم. الان شما یه تاییدات شهروندیشو قبول کردی؟ بچه شماره 3 مافیا، من اسم میکنم 3 و 4 با هم یارم. جفت بیان تو دفاع. خب الان شما این عدم تاییدت از کجا میاد؟ خب نو هم مشکوکه دیگه، نو شهروند داری الان سر دوتا داری بفهم. سر اتهام داری دوست، دوست شماره 2 شماره 4 مگه برات مشکوک نیست مافیا نیست؟ خب من بلند شدم گفتم شما بهش گفتی قط مافیا، یک مافیا داشتی شماره 4 بود، شماره 4 بلند شده برای تو توضیح داد میگه بخوام قدم بزنی، من 4 رو مشکوک دیدم. بعد تو میگی شماره 8 چی گفت؟ 7 دو نفر صحبت کردین سر صحبت، شماره 6 گفت دو تا شهر. گفتم شهرم به مشتاق گفتم دو تا شهر، این استاد باید قطعی برات شهر باشه. من شماره 10 رو مشکوک دارم، بین شماره 2 و 4 4 قطعی مافیاست. بفرمایید نفر بعد. شماره 2 صحبت. بچه‌ها شماره 8 قطعاً مافیای بازی. آقا من سر صحبت، من شهروند یه موج رو این آقا ایجاد کردم، چرا هیچ موجی ایجاد نشد؟ شما الان میگی شماره 4 من توضیح داده دیگه، شما تمام تنت نوبتت به من فقط توضیح دادی. آقا 8 شما شهروندی یک و چجوری به شهروندی 6 تو معارفه رسیدی؟ نفر بعد. آقا شماره 1 دیروز بازی گفت شماره 3 مافیاست، 10 گفت 3 سیاه بازی، امروز دوباره 1 بلند شده میگه 3، 10 بلند شده میگه 3 و 4 با هم دیگه مافیا، 5 هم همین صحبتو میکنه، 4 و 3 اصلا توی طرف نیستن، یک کدومشون مافیاست؟ یا 1 10 4 مافیا یا 3 و 5 مافیا؟ چقدر بازی سختش میکنی؟ بفرمایید. 4 قبل من صحبت کنم. 4 خب ببینید دوستان، من و شماره 3 جفت داریم با هم دیگه تارگت می‌خوریم، یا اتحام. هم بنده شهروندم، هم شماره 3 که می‌خوان گره کنم ما دو تا رو، یا چی هیچ حمایتی هم نمی‌شیم، یا یک نفر بین ما مافیاست که اون توی رأی‌گیری مشخص میشه. ببین این خیلی ساده است دیگه، درسته؟ ولی من احتمال اینو میدم که بنده و آقا شهروند باشیم. نفر آقای شماره 5 آقای محمد رضا به صدای زنگ
ببخشید. توجه کنید لطفاً. بفرمایید. صحبت کنم دوستان. بچه‌ها شماره 4 قطعی مافیا امروز بره بیرون. سفید خون میان رقیب منو میگیرن دیگه. شماره 4 قطعی مافیا، شماره 3 هم قطعی مافیا برای فردا. بعد شماره 6 از اینجا گل واژه میگه. میگه حرف شماره 3 و 4 برای روز یک مشکوک بازیه، ولی شماره 10 باید تام بخوره. من دارم امروز اون دوتا رو میکوبم، باهاشون وارد جنگم. شما اگه اون دوتا برات مشکوکن باید با من بازی کنی، نه اینکه تر صحبت بگی من تام بخورم. اینو من نمیدونمش. مثلا اون شهروند تبر باشه، ولی 4 قطعی سیاد. رای گیری میکنیم. رای گیری برای محمد. نوید. محمد. محمد رضا. روح الله. محسن. مجتبی. حمید. بیستید آقای حمید. بنیامین. سینا. بفرمایید بشینید. دو نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره 3 و 4. یک نفر راجع به محمد، شماره 3. نه صحبت. یک نفر راجع به محمد رضا، شماره 4. بفرمایید. بفرمایید. او همون حرف من تو بازی صدق میکنه. 3 و 4 نمیتونن تو یک طرف باشن. الان 3 داره به 1 میگه شهروند، 4 هم پشت بنده. 3 داره میگه 3 تو هم شهروندی ها. درسته؟ پس میتونیم بزنیم 1 و 4 میتونن با هم دیگه یار باشن که الان جفتشون دارن یه کاری میکنن 3 بشین. پس میشه 1 و 4 مافیای بازی 3 میتونه بشینه. باریک. یا امروز میتونی رأی ندی. دیگه چرا رأی ندی؟ وقتی داری میگی دو نفر بعد ساید مشا. بچا شماره 4 خودش قبول کرده مافیای بازیه. میگه یا من و 3 با هم شهروندیم یا استاد قطعی مافیای بازیه. بچا یه قرار دیگه، شماره 10، شماره 5، شماره 4 از بازی خارج میشه ساید اون. خب آقای محمد دفاع کنید. صحبت نگیر. کل صحبتاش پایان بازه. یه دقیقه گوش کن. بلند شد. من دلیلش رو آوردم واسه اون قضیه تو ترن صحبتم که بلند شد برگشت به من خورده گرفت، تارگت محکمی نداشت. فرداش که چرخید قفل کرد روی 4، الان هم دوباره داشت میگفت 4 و 3 با هم مافیا. دوباره صحبتش عوض شده، میگه 4 بره بیرون ساید مشخص بشه. خب اگه منو شهروند دارید، شما همتون به 4 رأی دادید، یه دونه منو شهروند فقط بهش رأی ندادم دیگه. پس 4 باید شهروندتر از من براتون باشه. شما چجوری میخواید با بیرون دادن این مثلا ساید بازی در بیارید؟ 5 قطعی مافیاست، 8 هم من اونجا دارم. بفرمایید آقای محمد. دوستان 5 به قطع مافیای بازی. دوستان امروز دست شهروند میخواد، بازی فردا در میاد، 100% در میاد دوستان. با تیر توفان شمارش قبول نداری این صحبت رو؟ ببینید بنده 1000 شهروند بازی هم، آقای شماره 5 مافیای بازیه. آقای شماره در چه اصراری داری شهروند بدی بیرون؟ اگه شهروندی کوتاه بیا. من به نظرم شماره 5 مافیای بازیه. شماره 7 هم دوستان من مشکوک میبینم، چون دستش فقط با شماره 5 میومد بالا. شماره 6 هم متشکرم آقایون، بیستید. شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای شماره 3 4. بفرمایید بشینید آقایون. هر دو سابقه دار. با اعلام من، شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از 2 نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه. یک و پنج؟ تأثیر گذاره بود. گروگانگیر شهر ساده. گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنین امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. بخوابه. گروه مافیا بجز گروگانگیر. گروه مافیا بخوابن. اینه بدی آقا، هفت رو میشه بازی رو. سناریوش اینه که بگه این به این رای داده، این رو داده. خیلی سناریو هم از برای کارگاه. بخوابه.
تکاور، اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید، حق تکتیر اندازی دارین. بخوابه. پزشک. دو حق انتخاب. بخوابه. تفنگدار. شما دکسر میتونید دو تفنگ به شهر بدین. تفنگدار بخوابه. دست همه عزیزان جلو برای دریافت تفنگ. دست هایی که لمس میشن فردا تفنگ خواهند داشت. این دستاتون رو بندازین. عزیزانی که تفنگ دریافت کردن تایید. متشکرم. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 5. والا خسته نباشی، پشت صحنه همراه باش. نمیذارم بازی کنم که 4 قطعا مافیاست. یارش میتونه مشتبه باشه. آقای وکتور صحبت میکنم 25 ثانیه با چالش از شماره 10 بفرمایید. شماره 3 قبل اول صحبت کنم. بله. آقا من واسه همه شانس شهروندی میذارم. من مافیا باشم حالا بازی خودم رو دارم میگم، اصلا با این بازی کاری ندارم. شخصیتا جوری هم که میرم تو دل طرف، من یه شانس شهروندی واسه یک میذارم، دو نوبتم بهش اجازه میدم. این آقا نمیخواد از من بیاد پایین، پس قطعا میتونه ساید اون مختلف باشه. من که میدونم شهروندی احتمالاً یک مافیاست. بفهم. من صحبت کنم بچه ها، من که خودم میدونم شهروندم. شماره 5 هم که دیشب شاد شده شهروند بازی. ما دوتا رأی دادیم شماره 4. شماره 4 از بازی نرفته بیرون. چرا یکی دوتا مافیا نیومدن اما سوء استفاده کنن، بعد بخوان مثلا گردن من و شماره 5 بندازن؟ امروز فقط شماره 4 بره بیرون ها، هیچ کی دیگه نره بیرون. شماره 3 هم یارشه با اولویت. اول 4 بس. آیا شماره 9 تایید میشه؟ شماره 10. شماره 10 رو میزن. بله. وصیت. وصیت کنم. بله. بچه‌ها من که شهروند بودم الان میخونه شهروند. خب باید فقط طبق وصیت من عمل کنید. اول 4 مافیای، 9 مافیای، 3 مافیای. اینا تیم شهر، تیم مافیایی که من چیدم. بقیه‌تون شهروندین احتمالاً. 4 3 9، ولی با اولویت اول 4. متشکرم آقای سینا. آقای سینا شما که جایی نمیرین، از این به بعد با شهروند ساده بودن شما شهر رو خواهیم داشت. نگهبان شهرتون بود. بفرمایید بشینید. نفر بعد چالش شماره 2 صحبت. آقا یه دقیقه گوش کن، الان شما برای چی ده و زدی؟ الان یه گره بین 3 و 4 بود دیگه. تو دیرو میگفتی یا 1 و 4 و 10 مافیان، یا 4 و 5 یا یه دو نفر رو ورشید. تو باید اینجا الان گره رو در میاردی. آقا 9 مشکل. بفرمایید. آقای شماره 2، شماره 10 داره دروغ میگه. شماره 8 و شماره 8 و 5 به 4 رأی دادن، 1 و 10 به 3 رأی دادن. یا آقا مگه نمیگفت جفتشون مافیا؟ چرا دیروز جیگر ردش به جفتشون رأی دو بده؟ همینجا قنچت میزنه بیرون. امروز فقط شماره 2 میره بیرون. چه کرهیت و فنگی من گرفتی؟ بفرمایید. اول صحبت کنم. آقا یه دقیقه گوش بدید برادر من، من دقیقاً روبروی شماره 10 هم به من رأی داد هم به 4 رأی داد. دو تا شهروند رأی دادن به 4. پس 4 اینجا میشینه مافیا. من که میدونم خودم شهروندم. شانس شهروندی واسه یکی که گذاشته بودم واسه من نمیذاره و دو نوبت صحبتش با چالنجاش فقط یه دونه تارگت داره من. اتهام. یه دونه اتهام داره من. 9 هم اینجا. این دوستا آقا بنیامین دروغ وارد بازی شما کردید. 10 هم رأی داد، من رأی دادم شماره 5 رأی داد. تو اصلا نگید 3 تا رأی آورد. من شهروند رأی دادم شماره 4 پوش نشد بهش میگه قطعی مافیا. تو نظری نداری شماره 4 بالا میشه 10 میزنی. بنیامین قطعی مافیا. شماره 2 رو که میزنی شماره 2 برای من میشه شهروند. شماره 4 قطعی مافیا. شما شهروندی منو درک کردی دوست عزیز. شماره 4 قطعی مافیا. یا خدا یا تو به چی به من رأی دادی؟ بفرم. چالش. آ شماره 4 چالش نمیخوای؟ شما صحبت کن. شماره 6. متشکرم عزیزم. بنیامین من فکرم بابت اینکه داره در تیر شب صحبت میکنه زدیش. یعنی چی دروغ گفته؟ 10 نفر نشستیم تو بازی رصد داریم میکنیم آقا. بعد آقا الان شماره 4 فقط یه اتهام از شماره 3 خورد.
و چرا پیگیری نمیشه آقا؟ من خودم رأی ندادم، اشتباه کردم. بفرمایید. آقا شماره 4 اول بیرون، تکلیف بازی در میاد. اول آقای بنیامین میره بیرون. آقای بنیامین یه نفر داره با استدلال کاملا درست، یعنی تنها شهروندی که به نظر من داشت درست بازی میکرد ایشون بود. یه شهروند رفته بیرون، اون شهروندم رأی داده، دو تا اتهام داشت، هم به 3 رأی داد هم به 4 رأی داد. کجا این بعد تو اون اول صحبت تفنگ زدن یه شهروند نمایی که ببین آقای بنیامین مافیای بازیه. اون موقع هم که صحبت 3 و 4 میشد تنها کسی که آدم آگاهی داره اینقدر عدم تایید آقای بنیامین بود. بنیامین و 4 نفر بعد مافیا. چراش هم بر بنیامین صحبت؟ آقا من صحبت کنم. الان من این تفنگو نمیزنم، کدومتون داشتین به من اتهام میزدین؟ من حداقل واسه تفنگدار شهرتون تفنگ شهروند بودم که ببینم تفنگ تارگتم یک یا ده رو بزنم. من میتونستم خیلی راحت گره شماره میتونستم 3 رو بدم بیرون، بعد 4 رو بدم بیرون. امروز شما بغل شماره 4 داره. متشکرم، بفرمایید. عزیزم نکته منفی بازی تو همینه. تو باید طرف بازی رو از بین این دو تا در می آوردی. الان انتهای صحبت تفنگ تو زدی. منم یه مشقی داشتم. باور کنید باید تو اینا در می اومد. من قسم آقای شماره 4 رو بزنم. تایید میشه آقای نورایی؟ مشقیه. ببینید من میگم نگهبان بازی، یه مقدار احساسات تو کنترل کن. با دلیل و منطقه بازی شماره 4 بعد الان طرف بازی در میاره. شماره 4 و 3 اعتقاد خودت بود، سایدشون با هم متفاوته. آقای محسن میرسه دیگه. صدای زنگ. آقای شماره 7 بنواز. اول من میگم. بفرم. فقط بنیامین میره بیرون. فردا 4 میره بیرون. آقای بنیامین شما اصلا اتهام سفتی به 10 زدی که میگی تفنگدار با من بازی کرده که بین 1 و 10 بزنه. توش همه شهر دارن میگن اونجا مافیا پیدا میشه. تو با ذهن خودت تکی میخوای بازی کنی؟ و چرا انقدر ناراحت، چرا انقدر خشمگین، اگریسیو نگی؟ امروز فقط بنیامین میره بیرون. بفرمایید. ببینید دوستان، آقای شماره 7 میگه امروز فقط بنیامین شهروند، من حس میکنم اشتباه زده. ولی ایشون برمیگرده میگه اول بنیامین، یعنی چیزا من قطعا هم تیر نخواهم خورد تو شب، یعنی میمونم، منو شات نمیکنن شب، چه اتفاقی میفته؟ فردا هم بنده گره تو بازی میمونن، هی میگن شماره 4. آقای شماره 7 به قطع مافیای بازیه. آقای شماره 2 بنده گفتم اگه شهروندی نزن. متشکرم. نگهبان بعد از من صحبت کن، میدونی جرم بیرون رفتن تو چیه؟ نگهبان به اضافه یک شهروند به تو رأی دادن. پس تو اگر شهروند باشی طرف بازیه در میاد. اون یه نفره باید حداقل مافیا توش باشه دیگه. اونی که رأی داد فردا میره بیرون. ولی الان منو شهروند ندارید شما. ما همتون مثلا 2-3 نفر میگفتن طرف ما دوتا مخالف بوده دیگه. استاد شماره 1 بلند شده فقط 2 نوبت بدون چالش. من 3 تا چالش، 2 تا چالش گرفتم فقط یه خوب بودم. هیچ کاری دیگه نداره، یه دونه چالش هم نمیگیره حتی بخواد دفاع کنه. بفهم. من چالش داشتم شماره 3. خب شماره 1 دیروز داشت با منو 5 بازی میکرد. تو اگه من برات شهروندم اونم باید شهروند باشه. بعد مشتبه امروز فقط 4 میره بیرون، فقط 9 نه فقط 4 میره بیرون. یه شهروند شاد شده، منم که مشخص شده شهروندم، یکم من تو دسته شهروندی خودم گذاشتم. چرا یه مافیا نمیاد سوء استفاده کنه؟ فقط 4. من چالشمو دادم بچه‌ها، یه گوش کنید. به این هر آقا اصلا شهروند بازی تو این وضعیت نیاز نیست داد بزنه. آقا بنیام بچه‌ها دیروز 3 و 4 تو دفاعیه بودن، 2 نفر به این آقا رأی مثلا رأی دادن. این میگه نوید قطعا مافیایی که من نمیدونم، مثلا به تو رأی دادن. تو 2 نفر که شهروند بودن. ببین بنیامین استدلال مافیای تو اینه، تو اومدی سری حرفو کره کنی، بگی سناریو شبه، پس اینو میزنم بگم سناریو شبشه که این کارو کرد. بچه‌ها بنیامینم بینا کن، اگه 4 رو میزد هر سایدی خونه میشه 1 و 10 این راحت در میاد. من نباید 10 زد، 4 و 9 جفت دفاعیه. بفرمایید شما بعد از من صحبت کن. بچه‌ها بنیامین مافیای چه اتفاقی؟ دیروز بازی من پاشدم 3 رو تارگت میکنم، 4 رو تارگت میکنم، اتهام میزنم، به من میگه 4 و 1 تو یه وجه، یعنی میدونه چه اتفاقی. بعد آقای شماره 3 شما 4 تا رأی آوردید، آقا 7 8 تا رأی آورده، من رأی 2 به شما دادم، رأی مرگ به شما دادم، یارا من کجام به شما رأی بدم بری بیرون؟ خب برای من مافیا میشه دیگه. ولی من امروز سر کنم، من فقط بنیامین امروز رأی 1 و 2 بهش میدم. بفرمایید. واقعا شماره 4 هم من فکر میکنم شهروند نیست دیگه. تو اگه شهروند بودی ذهن شهروندی میگه این با تفنگش یه نفری رو زده که به شما رأی 2 داده. من مافیا با اون 2 مافیا که قطعی تو دیروز به تو رأی 2 ندادیم. من مافیا بودم دیروز یه جوری میدادمت بیرون که خودت نفهمی چه جوری رفتی. بعد مینداختم رو اون شهرونده یا این شهروند. بفرمایید. 4 رو بدیم بیرون آقا. ولش کن بدیم بیرون. رای گیری میکنیم. رای گیری برای محمد، نوید، محمد، محمد رضا بیستید، محسن، مجتبی، حمید،
بنیامین، سینا، بفرمایید بشین. به دلیل اختلاف آرا شماره 4 تک دفاع. یک نفر اتهام. آقا شماره 10 شهرزاد. یک نفر حمایت. حمایت شماره 1 بفرمایید. بفرمایید. من صحبت کنم، من الان نمیدونم واقعا شما میخواید چه حمایتی از شماره 4 بکنی. من شهروند با شماره 5 که الان مشخص شده جفتمون شهروند قطعی این بازی هستیم، رأی دادیم به شماره 4. بعد شماره 4 به یک نفری که بلند شده شهروند بازی رو با تفنگش زده، خورده نمیگیره. بعد این آقا هنوز به شماره 4 خورده نمیگیره. هم 4 مافیه هم 9 مافیه. 4 امروز بره بیرون اگه تکاور تیر خورد. بفرمایید آقای محمد، آقای محمد دوست من. خب شما منو میگی شهروند دیگه، درسته؟ من از اول با شما 5 جاشم بازی میام، درسته؟ آقا رو من اتهام بهش میزنم، آقا تک دفاع داره میاد بالا، چرا آقای بنیامین رأی نیورده بیاد بالا؟ چرا دقیقا اینقدر که ایشون اتهام خورد آقای بنیامین هم خورد، درسته؟ چرا آقای بنیامین نباید بیاد بالا؟ چرا نباید بیاد؟ متشکرم. چه مافیا، چه شهروند آقای بنیامین مافیا. آقای محمد رضا، من تا آخر بازی رو شما هستم. دفاع کنید. خب ببینید دوستان، یه دقیقه گوش کنید. بندم تفنگ دستم بود، شماره 10 رو می‌زدم. ولی یه نکته، حالا سناریو شبی که گفتش، یه نکته دیگه وجود داره. ببینید اینا که میگم بنیامین اول باید میرفته بیرون، اگر اون شهروند باشه بنده تو بازی هستم، بازم خیر منو میگیرید، ول نمی‌کنید. یه دقیقه گوش کنید دوستان. یه سری دوستان برمیگردن میگن که شهروندش رفته بیرون، شهروندی که به این رأی داده. آقای شماره 3، آقای شماره 2. من 3 تا مافیا اعلام می‌کنم. از اینا حداقل 2 تا مافیا درمیاد. آقای شماره 2، آقای شماره 3، آقای شماره 7. صحبت دیگه هم ندارم. امروز من فدا باید بشم دوستان، رأی بده. بسیار خوب، رأی گیری مجدد برای محمد رضا. آقای محمد رضا که بنده شهروند بودم دیگه. آره شهروند بودم. ببینید رد خون شهروند دارید، رد خون از شماره 9 میگیرید دیگه، درسته؟ الان رد خون یه شهروندی که فردا میخونه شماره 7ه، درسته بچه‌ها؟ خیلی ساده است دیگه. متشکرم آقای محمد رضا، پشت صحنه همراه باشید. آقای مجتبی، اخطار جدی بهتون میدم بابت خارج از نوبت صحبت کردن و اشاراتی که در طول بازی داریم. اینو جدی بگیریم. خیلی مشکوک تو بازی هستش. اگه 9 شهروند باشه 9 نباید اون تفنگو به 10 میزد. به نظر من حاضر بودم اونجا خودم فدای شهر کنم به من میزد. نه بابا 10 هم آخه برایش سناریو شب میتونی برای شهر کاری بکنی؟ خیر اصلا. خب آقا سلام عرشد. سلام. شب 1 زدن دادن زیر فرش. بله دادن زیر فرش. بله. خب ببین روز 2 رو که بازی رو دیدی. بله. تا اینجا بازی هر چی بگی از الان به بعد دیگه امتیازات حساب میشه. بازی روز 2 دیدم، یه مافیا گرفتم. تو بازی دیدم محسن. حس میکنم محسن شماره 6. شماره 6 مافیای بازی. خب چون شماره 6 شماره 9 رو شهروند داشت، خب ولی شماره 9 داشت جفت رو تارگت میکرد، اتهام میزد، ولی شماره 6 رو 3 و 4 نبود. بین 3 و 4 هم یه مافیا است. 4 و 2 و 4 خیلی بد بازی. با الامن شب میشه و شهر به خواب میره. گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب توانایش رو از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا به جز گروگانگیر. گروه مافیا بخوابن. کارگاه بخوابه. تکاور، اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تک تیر اندازی دارید. بخوابه. پزشک، دو حق انتخاب. بخوابه. با الامن روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با
هیچکس. مرسی. درخواست اعلام وضعیت. رأی میاره، دو نفر از دست دادیم. کیفی میده. دو شهروند. یک دور صحبت میکنن آقایون. 25 ثانیه با چالش از شماره 3 به این سمت. حسن صحبت کن. من صحبت کنم. دو تا موضوع مشکوک. آیا شماره 9 بنیامین رأی 1 نداد به آقا؟ رأی 2 رو داد. استاد شما هم که داره تاییدت میاد بالا، دم رفتن این بنده خدا گفتی برو به بازی بعدت فکر کن. و کجا میدونی شهرونده هنو طرفشو نخونده آقای نورایی؟ شما زیادی میدونی. هم بنیامین منفیه بازیه بچه ها، هم آقای شماره 7. محسن بفرمایید. تو برام شهروندی با نقشم خبره، با نقشم حمایتت میکنم. اوکی اینو کاری نداریم. یه دقیقه گوش کن، من دیروز 3 تا چالش گرفتم، یکو کوبیدم. اونور بنیامین و شخص دیگه یو مشکوک دارم. یک به نوبت صحبتش که رسید گفت من امروز با تو کاری ندارم. خب کسی که 3 دوره داره تو رو میکوبه چرا باهاش کاری نشوشی؟ دقیقاً استدلال خودت تو 2 روز اول که میگفتی تو منو میکوبیدی من کاری باهات نشم. درسته؟ پس من شانس شهروندی گذاشتم. یک مافیاست، یک نفر دیگه به 4 رأی داده بود روز یک. بفرمایید نفر بعد. چالشم بنیامین صحبت کن. آقا من این نکته رو بهتون بگم، من اصلا از بازیتون نباید برم، چون من قطعی شهروند بازیم. اینقدر شو نمیام تو با تفنگ شهروند رو بزنم که مثلا شهرونده رو نگه دارم تو بازی چیکار کنم؟ درسته؟ آقا شماره 8 با شماره 10 با شماره 5 رأی داده بود به 4، پس میشه شماره 8 گذاشت مافیا. شماره 1 هم مگه شما نمیگفتی شماره 10 بازم شهرونده؟ چرا رو 1 پارو نمیذاری رو 3 پارو میذاری؟ آقا گوش کن بچه هایی دوشونی بنیامین نظر راجع به این آقا چیه؟ آقا اونایی که رأی 1 دیروز به بنیامین دادن کیا بودن؟ من رأی 1 دادم، اینا 3 تا 4 تا. آقا چرا رأی 1 ندیدی؟ من نگفتیم هم 4 هم 9 دفاعیه؟ من نگفتیم هم 4 بیاد هم 9 دفاعیه؟ آقا تو الان باید یه اعلام موضعی بکنی، مگه بین 3 و 4 گره نبود؟ تو باید اینجا تفنگو میزدی، حالا که نزدی رفته شهر و لاغر راجع به این باید تو اعلام موضع کنی دیگه. محسن تو هم مشکوکه، من این قرار نبود به 9 رأی بدی. تو الان 2 روز به این شانس شهروندی گذاشتی، یه دونه رأی دو به تو رأی دو هم نده، تو الان فقط همینو کردی تو وضعیت قیمت بنیامین نده. آقا اصلا نمیشینه، 3 مافیا 9 مافیا. موسیل بعد من صحبت شده در مورد تو صحبت شده. آقا من نمیدونم آقای سه شما چی داری میگی؟ من اگر بخوام تو کتابیام تو باید الان خوشحال باشی. خب آقای بنیامین، آقای شما به شما میخوام بگم دیدی دیروز دقیقا اینو گفتم، آقا مافیای بازه، چرا من بهش رأی میدم رأی نمیاره تو رأی گیری بیاد؟ دوستان آقای بنیامین آقای سه هر دو مافیا، چرا رأی نمیدید؟ این شد برادر من، 3 و 9 هر دو مافیا. دو گوش کنی، روز 1 بنیامین گفت طرف این دو نفر با هم فرق میکنه. اولا تفنگش جای دیگه صداش در اومد، اینجا نزد که ساید یارش در بیاد. الان هم بلند شده آقا استاد نگی نگفتی طرف این دوتا فرمون؟ بفرمایید. چرا هیچ کاری با این نداری؟ نفر بعد. نه صحبت کن. آقا خیلی جالبه، دیروز من با 4 مافیا بودم، امروز با 3 مافیا. چرا اینجوری دارید بازی میکنید؟ دیروز مگه نمیگفتید 4 مافیاست؟ چرا 3 رو بغلش نمیبرید تو دفاعیه؟ فقط میگفتید 4 و 9. 1 قطعی مافیاست، 2 تو به نظرم شهروند میتونی باشی، 8 رأی 2 داده روز 1 به 4. بفرمایید. من صحبت کنم بچه ها، وقتی از یه جایی مسیر رو اشتباه میریم باید برگردیم دیگه. کسی یادش هست وصیت شماره 4 کی بود؟ شماره 4 وصیت شماره 9 نبود، شماره 4 وصیتش 7. من میخوام به وصیت شماره 4 گوش کنم. چرا؟ چون من تو دسته مافیاییم 3 و 9 بذارم مافیای سومو نمیتونم بذارم. الان وضعیت قرمز، 2 میگه این دوتا مافیان، 1 میگه این دوتا مافیان، 6 چالش میگیره اینا رو میکوبه، 7 و 8 هم از اول بازی دارن 3 و 9 میکوبن. من یار سومشون رو نمیتونم دو پیدا کنم تو وضعیت قرمز. چالش 2 صحبت. بچه ها یک لحظه گوش کنین، روز 1 2 نفر اومدن دفاعیه، این آقا میگه بعد از منی هم میتونه شهروند باشه. خیلی واضحه میدونه اگه اون بره بیرون میگن آقا این مافیایی که بعد شهروند اومده رفته بیرون. آقا یا من دارم خیلی تو دیوار میزنم، ولی استدلال بازی اگه من تو دیوارم 4 خراب کرده، چون تو دفاعیش میگه 3 میتونه شهروند باشه. نفر بعد. آقا من صحبت کنم. آقا 3 و 4 گره بازیه، شما چرا گوش نمیدین؟ امروز دیروز بازی میگفتن 4 و 9 مافیاست، امروز دارن میگن 3 و 9 مافیاست. آقا خب یار ما دوتا کیه که هر اون ما دو هم بزنه؟
شماره 8 رأی 2 داده به 4 شهروندتون، 1 داشته با 10 بازی میکنه و رأی 4 رأی مرگ به 4 نداده به 3 داده، 3 و 1 بینش یک مافیا است ولی شماره 1 8 تا مافیای بازی چرا گوش نمیدی؟ نفر بعد مشتاق بعد من صحبت کن. مگه دوست داری شما نبودی بین 3 و 4 قطعی یک مافیا؟ تو یک یار بین 3 و 4 داری که مشخص نمیکنی، میگی 3 و 4 قطعی مافیا، دفاعی اومده بهش کاری نداشتی، رأی 1 نداری رأی 2 دادی، چزم شدی الان میخوای منو بدی بیرون؟ نگاه قطعی مافیا، آقا شماره 1 قطعی مافیا، سمت اینا کسی نمیره تا بغداد حمایتش میکنم، شهر صد آقا شماره 6 مشکوکی به این مرشبا زن نمیزنی قطعا، شهر 3 مشکوک به من صحبت بیرون. متشکرم. چالش دارین؟ نه چالش دارم، بعد چالش حالا میدم من صحبت کنم. آقای نگهبان بازی شماره 10 فکر میکنم باید مذاکره شده، دیروز بازی تو انقدر ذهنتو باز کن، دیروز من گفتم فقط این بره بیرون، اون اومده باز میخوام حمایت اونو بگیرم، بگم آقا یه نفری با تفنگ داره اگه شهروند باشه مافیا میاد تره اینو چالشو بدین. چالش میدم به یک بذار من صحبتام تمام بشه بعد تو مافیا میان کره تفنگ اینو میگیرن، این قطعا بعد از مافیای ذهنی تو میومد بالا، تو اینقدر بازی سطح پایینه، دیروز میگم اینو رای بده بهش، میگم حمایتتو بده من نگهت دارم اینو بدم بیرون، الان چی میگه؟ میگه گره اونجا بود. آره تو اونو میتونستی بزنی، شهروند خود خودت میرفتی لاده، تو چیکار کردی؟ اومد یه نفر دیگر زدی که اونو با رأی بدی بیرون، تو که حمایتش میکردی چرا بهش رأی دادی؟ امروز فقط بنیامین میره بیرون، بعدم شماره 3 میره بیرون، چرا بازی سختش میکنی؟ دوستان من صحبت بکنم، بازی به نظرم خیلی راحت داریم علکی سختش میکنیم. آقای 3 شما الان هیچ نظری نداری قرمشه، این نشستی رفتی تو، من مگه به شما رأی 1 ندادم؟ چرا یارو من به تو رأی ندادم؟ آقای 3 مافیا، آقای نو شما هیچ نظری در مورد 3 نداری، شما روز اول گفتی هر دو آقا شهروندن، درست آقای 1 مافیا، آقای 9 به قد مافیا، امروز رأی خروج میگیره بیرون. نفر بعد شماره 2 صحبت کن. ببین بچه‌ها، ببین الان وقتی اطلاعات تو بازی کم باشه جنگای دو به دو رو ما باید حل کنیم، بین 1 و 3 که قطعی مافیا نشسته. یه دقیقه حرفای من بنیامین، ما فقط تو رو میدیم بیرون، نهایتش اینه تو شهروند در میای، آخر بازی میبینی تفنگو بین 3 و 4 نزدید، بازم هیچ کاری نکرد. آقا 9 اصلا برمون 9 بیرون. آقا منطق بازی همینو میگه، الان باید خروجی بین 3 و 9 باشه. من احساس میکنم 9 که اینقدر داره تلاش میکنه که تو بازی بمونه نقش محسوس تری داره. بنیامین جان شما بازی رو ترک کن. آی شماره 7 شما هم عجیب غریبی دیگه. شما منو شهروند داری یا مافیا؟ شهروند داری دیگه برادر، یه تارگت تو طول بازی من نزدی. نگهبان بازی هم که پلاک خورده شهرونده. من و ایشون به شما تارگت زدیم. اتهام زدیم. چرا پشت دست من شهروند که مافیا نمیتونه بفرمایید بنده کنه؟ عجیب آقا اینا. رأی گیری می‌کنیم. محمد نبید محمد محسن مجتبی حمید بیستید، آقای حمید بنیامین سینا دو نفر از خودشون دفاع میکنن شماره 3 و 9. یک نفر راجع به محمد صحبت کنه. محسن صحبت کن. یک نفر راجع به 9. شما 10 نمیخواد صحبت کنه. به شماره 7 امتیازش رو بگیر. بفرم. همین الان داره میگه امتیاز داره. کی امتیاز داره؟ خودت یا دوستت؟ بچه‌ها من میگم آقای شماره 3 بمونه، شماره 9 بره بیرون. اگر بخوایم امتیاز منفی هم بشماریم یه تفنگ جنگی زده به شهروند دیگه، اینجا هم نخواسته طرف بازی رو در بیاره، هیچ کاری با شماره 3 که از ابتدای بازی گفته طرفش با 4 فرق داره نداره. بفرمایید. من صحبت بله بین آقای بنیامین، شما همون دیروز مگه نمیگفتی بین 3 و 4 یک دونه مافیا در میاد؟ چرا تفنگو به 4 نزدی به نگهبان بازی بعد جملش، بعد دقیقاً اتهامی که به 4، چون میدونستی 4 رفتنیه به همون استدلالی که بچه‌ها میگن دو تا شهروند که اون ذهن قفلی داشت. من دیروز بعد شما شهروند فکر کنم با تفنگ یه دونه شهروند مافیا چرا نمیاد کله کارو بگیره؟ بنیامین دلیل مافیایی زیاد داره ولی یک شانس شهروندی داره، اونم سر صحبت تفنگش کشید که در موردش صحبت بشه. درسته دیروز بازی من 1 و
سه بار چالش گرفتم تو نوبت صحبتم صحبت کردم، گفت با تو کاری ندارم. امروز اومده دوباره میگه چرا این کارو میکنی، تو دیروز باید به این جنگ ادامه میدادی. نه امروز، یک که قطعی مافیاست. بعد دلیل محکمتر بازی، چهار نفر رأی دادن به شماره چهار بازی، چهار شهروند بوده، یکی شاد شده، یکی هم نگهبان در اومده، اون هشته اونجا نشسته. هشت تا تو شهرونده. بفرمایید بیستید و دفاع کنید. من تبریک میگم به تیم مافیا، فکر کنم هم سه شهرونده هم من شهروندم، سه تاشون رای میدن یا من میرم بیرون یا سه. بعد به نظرم دو شیش میتونم مافیا باشم، چون اینقدر نفهمیدن شهروند نمیتونه. پس شما میتونید مافیای بازی باشید. من تفنگمو کشیدم، تارگت اتهاممو زدم، واسه خودم بازی خوبی کردم. به نظرم دو میتونه مافیا باشه با شیش. خب شما شیش، مگه شما تفنگ مشقی داری چهار نکشیدی؟ این شهروند نبود. خب منم چهارو میزنم، دوباره همین الان همینجا بود. دوست دارید به من رأی به بازیتون همینجا تموم میشه؟ همینجا تموم میشه. آقای شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای محمد بنیامین. محمد بفهمید بشید. بنیامین کلام آخر که تبریک میگم به تیم مافیا. دو به نظرم مافیا، سه هم الان میتونه مافیا باشه، شیش هم میتونه مافیا باشه. من به بازی بعد شماره ده باختم، شما اصلا من ندیدم به شماره چهار رای بدی. شماره یک هم فکر کنم نه، ولی دو و سه و شیش میتونن مافیا باشه. حسن نباشه بنیامین، پشت صحنه همراه باش. آقای شماره دو، شماره ده داره دروغ میگه. بیا آقا مگه نمیگم جفتشون مافیا؟ تو دیروز دیگه ردت به جفتشون رای دو بده، همینجا خون چه میزنه بیرون. امروز فقط شماره دو میده. مافیا که فکر کنم بین یک و دو یک مافیا نشسته، چون ده تاش کنسه یک رو میخورد. به نظرم سم میتونه مافیا باشه که بغلی شهروند گرش کرده بودن. بین شیش و هفت هم یه دونه مافیا نشست، ولی ده بازی من ریخ بهم. با علاوه من شب میشه و شهر به خواب میره. گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. به خوابه گروه مافیا به جز گروگانگیر. کاراگاه به خوابه تکاور. اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تک تیراندازی دارید. به خواب پزشک یک حق انتخاب. با علاوه من روز میشه و شهر بیدار. رئیس مافیا بیسته ناتو گروگانگیر. شهر ما شکست خورد. آقای محمد شماره سه، شما کشته شب گذشته بودید. آقایون، دوستان پشت صحنه تشریف بیارید، همگی خسته نباشید. من تفنگدار روز یک مافیا رو گرفتم شماره 8-0. مافیای رأی خروج داده به شماره 4. من تفنگ جنگمو دادم به نو که بین 3 و 4 بزنه، 8 هم برای من در بیاد. بلند سر صحبت دوام میدن. آقا من میگم آقا این بین 3 و 4 حتما یه یار داره نمیخوابه. مسیر بازی من روز یک بازی منو کنه. 8 رو اینجوری گرفتم، هیچ کاری نمیتونست بکنه. اصلا مسیر بازی نمیدونم. ولی بازی قشنگی بود. یک میتونست خوب تمام بشه. بازی رو شهروندا خراب. یعنی بازی اول خودم مافیا بودن. شهروند بازی رو خراب. این بازی هم شهروند مافیا نیست آقا، ما بجینم. من مافیا رو گرفتم راحت میتونست. یعنی مافیا فقط ما رو قل میداد تو دل همینجوری. یه کارمون هم میدی استاد. نمی تو خیلی خوب بودی. خداییش هشت رو فقط تو داشتی تارگت میکردی. ولی من دیدم اینجوری بازیمون نمیشه دیگه. برداشتم ریختم یه جای دیگه. ولی بچه ها شهروند به نظر من اصلا مسیری واسه همه تون تو روز یک معارفه پاشوید گفتی تیم شهروندی میخوایم بچینیم. هیچ کس سمت تیم شهروندی نرم. هیچ کس تیم شهروندی نشه. خودت بچهای داوری هم گفتن آقا تیم شهروندی تونو بچینید. این دوتا دارن با هم دعوا میکنن. بازمون خیلی خوب بود. دو طرف بندی های مختلف بودیم.
سه شب یه روگانگیری کردم، یه پزشک، یه کارگاه، یه تفنگدار، خیلی عالی بود. ولی اینکه یارا با هم هماهنگ باشن، چون سناریوها عوض میشه توی روز، خیلی مهمه که یارا با هم هماهنگ باشن. ما این هماهنگی رو داشتیم. از خودم دفاع نمی‌کنم، من بد بازی کردم. ولی کسایی که دیگه بدتر از من بازی کردن الان نباید صحبت کنن. فقط من نبودم که. من روز یک بلند شدم به 6 تا گزونم. بهش استدلالش هم آوردم. همه شهروندای بازی دیستاکت بودن. همین آقا شما رفت دیستاکت شد. عدم تایید. کل چیز من دیدم واقعا روز دو مافیا نداشتم. بازی جالب اینا اونا شهروندا فقط به خودمون. به خودتون باشه. من 3-4 رو گرفتم. بنیامین منو گرفت. شماره مشتبه شماره 7 از بنیامین رو گرفت. یعنی هممون همو گرفته بودیم. مافیا نشسته بود کنار داشت لذت می‌برد. بله. یعنی نمی‌ماند. مشکل از کجا بود؟ من زمانی که زرم افتاد سعی کردم غرور برم نداره. حتی با اینکه بنیامین منو با تفنگ زد بهش نمیگفتم تو مافیا بودی. میگفتم 4. برای 4 هم فکر کنم منطقی بود، چون هم من شهروند بشه هم شماره 5 شهروند بود. واقعا فکر کنم شماره 4 مافیا بعد که شهروند شد شماره 4 بازیم خراب شد. آخر بازی هم داشتم به خودم میومدم گفتم خب اگه سه نو مافیا بازن یار سومشون کجا تو وضعیت قرمز، ولی دیگه دیر شده. سلام و عرض ادب مجدد از دیدن بازی، امیدوارم لذت برده باشین. بازی به نظرم بازی خیلی بدی نبود، هرچند از نظرم بارزترین نکته ای که تو بازی شهروندا وجود داشت و باعث باخت شهر شد بی‌دقتی بود. بی‌دقتی بسیار تو این بازی موج می‌زد. شهروندای بازی استدلال‌های درست می‌آوردن، به نتیجه اشتباه از اون استدلال می‌رسیدن. من حتی تیم مافیا هم واقعا بد بازی نکرد، به نظر من تیم مافیا هم خوب بود. اول اینجوری شروع می‌کنم که از توی مافیا من واقعا فقط 8 رو داشتم وقتی نقشه رو متوجه شدم، ولی یه چیز برام خیلی عیان بود اونجای بازی که 4 و 9 این شهروند بازی برای اینکه 9 یک اشتباهی مرتکب شد تمام خاموش‌های بازی به صحنه آمدن. یه هو اگه دقت کنید تا 9 تیر رو زد اشتباه، همه تایید و عدم تایید اومد، همه دعوا حل شد، همه گفتن توی نفری رو تیر زدی که نگهبان بوده، پس اصلا امکان نداره تو خطا کنی. کوتا بگم بچه بازی من خواهم از زاویه دید نگهبان ببینم. شما تیر بهت شلیک شده سر صحبت، شما نقشت مشخص میشه، به شهر اعلام میشه، شما از بازی خارج نمیشه همون موقع تصمیم قطعی تو بگیری 9 مافیا 4 مافیا همین الان برن بیرون. احساسی تصمیم شما به عنوان نگهبان میتونستیم اجازه بدیم بگیم الان من احساساتم بهم غلبه کرده، اجازه بدیم 5 نفر بره جلو، شما از هر کس چون موضع قدرت توشن از هر کس که میل داشته باشین میتونین چالش بگیرین، ببینین کی به 9 میپردازه کی نمیپردازه چه اتفاق میفته، قطعا میتونین تصمیم بهتری بگیرین. حکایت شهر ما امشب حکایت اون شهری بود که مردمانش با چشم و گوش بسته توی یه باتلاق گیر افتادن و هرچه بیشتر دست و پا می زدن بیشتر فرو می رفتن. ارادت.